درودی متواضعانه به شما بینندگان تلویزیون اندیشه، برنامه دیگر از روانشناسی خودمانی رو آغاز میکنم. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته در میان مطالبی که مطرح شد اشاره کردم به اینکه در سفرم به دبی به یک وزارتخانه‌ای که مسئولیتشم یعنی وزیرش یک خانم هست برخوردم که عنوانش منو بسیار یک خوشنود کرد، دو کمی شگفت زده که چنین فکری یا چنین نهادی هنوز در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم وجود نداره، ولی که در دبی متوجه شدم که این وزارت خونه هست و این وزارت تالورنس، حالا در کنار یه وزارتخانه هپینس یا السعاده که خب اون هم جالب بود، ولی وزارت تالورنس یا رواداری و تحمل بود. و خب چون مطالب گفتنی دیگری در رابطه با بحث‌های قبلی وجود داشت هفته گذشته، من این موضوع بسیار مهم رو یا گفتگو درباره این موضوع بسیار مهم رو به این هفته واگذار کردم که درباره تالورنس به طور کلی، لغت رواداری یا مسامحه در برخورد با دیگر اندیش یا دیگر باور یا کسی که با ما متفاوته، یه بحث نسبتاً مفصلتری رو با هم داشته باشیم. داشتم فکر میکردم که اگر این مفهوم به درستی بخواد بین من و شما جا بیفته، ما ناگزیر هستیم که از روانشناسی تالورنس صحبت کنیم. دو، از عصب شناسی تالورنس یا رواداری صحبت کنیم و سوم از جامعه شناسی تالورنس هم صحبت کنیم. یعنی یه موضوعیه که هم ابعاد فرهنگیش اهمیت داره، هم ابعاد عصب شناسی مغز و هم ابعاد روانشناسی. یا به عبارت دیگه میخواییم ببینیم چه فرقی هست بین آدمی که میتونه با افکار متفاوت مسامحه کنه و کنار بیاد و زندگی کنه، با آدمی که با افرادی از ادیان متفاوت مسئله‌ای نداره، با افرادی که حتی با اقلیت‌های جنسی مشکل نداره، مشکل نژادی و نژادپرستانه نداره. به عبارت دیگه دنیا رو یه جایی میبینه که همه توش میتونن حضور داشته باشن و همه هم حقی دارن، حتی اگر مثل من نیستن و با من متفاوت هستن. یا به عبارت دیگه، عبارت واقعی تر، خودش رو تافته جدا بافته از دیگران نمیبینه و برای خودش حقوق و کرامت و منزلتی برتر از دیگران قائل نیست. این بسیار بسیار مهمه. شما فکر کنید ببینید، مثلا در جامعه‌ای که یه طبقه برای خودشون یه جایگاه ویژه‌ای دارن، مثلا در ایران فرض کن الان روحانیت برای خودش یه مقامی داره، یه موقعیتی داره که خودش رو یقیناً برتر از آدمای دیگه میبینه و این برتری رو چون امکانش هست یا کسی که در اون رأس نشسته از شیوه های اقتدارگرایانه و کنترل نیروی نظامی و امنیتی و بودجه های کشوری میتونه بقیه را از این حق ساقط کنه، خب منجر به یکی از مخوف‌ترین
انواع دیکتاتوری شده یا مثالهای دیگری مشابهه. بنابراین فکر کردم که امروز رو این واژه کمی صحبت کنیم و ببینیم که روانشناسی تحمل و بردباری در برابر دیگر اندیش و دیگر باور چیه. ما میدونیم که بارها از من شنیدید که اون حق به جانبی یا سنس آف انتایتلمنتی که یه انسان برای خودش قائله برابر هست با میزان خودشیفتگی بدخیمی که او داره. به عبارت دیگه هر چقدر که ما خودشیفتگی بدخیممون بالاتر باشه، تافته جدا بافته تریم و باید به دیگران با چشم تحقیر نگاه کنیم. قدرت داشته باشیم اعمال زور هم میکنیم، قدرت نداشته باشیم حداقل از طریق کلام و ایما و اشاره برتری خودمون رو میخوایم به نمایش بگذاریم. بارها گفتم کودک انسان با یک خودشیفتگی طبیعی به دنیا میاد که جنبه تنازع بقایی داره برای خودش. وقتی که در حول و حوش شش ماهگی از توهم به اصطلاح من جهانی مطلق و همزیگری با مادر جدا میشه و مسئله سپریشن او رو رها میکنه با دنیایی از ضعف و ناتوانی و مادر در واقع که آن اولین آن دیگر اوست، رابطه داشتن رو برای او معنا میکنه یا جهان بیرون رو برای او معنا میکنه. اگر مادر توان پرورش استقلال کودک رو در کنار امنیت بخشیدن به او و برآوردن از حاجت‌های او داشت، اون وقت رشد سالم کودک به آن سو میره که یه دو سه سالی هم طلبکار از مادر و از جهان بیرون تا حول و حوش 5-6 سالگی متوجه میشه که جهان بیرون و دیگران هم مانند او دارای حقوقی هستند و من سالم بزرگ شده برای حفظ روابطم با جهان بیرون باید محدودهای اونها رو، مرزهای اونها رو، حقوق آنها رو، احترام به اونها رو، آزادی دادن به اونها رو به رسمیت بشناسم تا با جهان بیرون وارد بدبستان سالم باشم. اگر برعکس کودک در همون حس وانهادگی، حس احتیاج و نداشتن کسی که نیاز او رو برآورده کنه، حس استقلال و کسی که استقلال او رو ازش میگیره براش تصمیم گیری میکنه به صورت قدرت مطلق، نمیذاره که در او قدرت نوپا به تدریج شکل بگیره، اون خودشیفتگی طبیعی به جای فروکش کردن تورم پیدا میکنه و کودک خودش رو در غلاف مکانیسم‌های دفاعی مثل انکار آنچه که دوست ندارم یا تاختن بر آنچه که با من متفاوته و دنیای عبوسی که در فکر من نیست و خودم باید تو فکر خودم باشم، خودم باید با مکانیسم‌های انکار، خودبرتری بینی و قادریت مطلق جان به در ببرم. این آغاز فرمگیری خودشیفتگی بدخیمه. خودشیفته بدخیم با جهان بیرون فقط ارتباط ابزاری داره، یعنی جهان بیرون ابزاری برای تشفی نیازهای او هستند و لحظه‌ای که این نقش رو نداشته باشن دشمن به حساب میان و باید اگر توان دارم اونها رو از بین ببرم، اگر توان ندارم در فانتزی‌های خودم اونها رو پایین بیارم و تحقیر کنم. بنابراین به لحاظ روانشناسی انسان روامند، انسانی که تحملش برای تفاوت‌ها بالاست، انسانی که از مراحل تفرد و استقلال
به سلامت عبور کرده و خودشیفتگی طبیعی 5 سال اول عمر به موقع درش فروکش کرده و او و دیگران موجوداتی برابر دارن و حق حیات برابر از حق حیات برابر برخوردار هستند. این از نظر روانشناسیش. برای آموزش این به والدین، من 25 سال پیش در سال 93، به لحاظ تاریخی وجود داره، اولین سری الفبای بهداشت روان کودک رو به فارسی که بیشتر بر اساس نظریات تفرد و استقلال مارگریت مالر استوار بود بیرون دادم و هنوز هم دوستان از این نوارها استفاده میکنن، استقبال میکنن، روی وبسایت منم هست، میتونن اون رو به اصطلاح بهش توجه کنن. از اون سال هم تا حالا هم روانشناسی تحولات بسیاری پیدا کرده، هم افکار من متحول تر شده و هم تخصص نیلوفر در پرورش کودک به من یاری کرده که ابعاد جدیدی از این مسئله رو به اصطلاح بازبینی کنم. بنابراین این از روانشناسی این مسئله. حالا اون وقت میگم ابعاد جدیدی بهش اضافه شده، یک عنصر مهم در اون تفرد و استقلال مسئله دلبستگی ها یا اتچمنت های سکیور و امنه که خودش در مبحث نظری های اتچمنت بسیار مهمه، که ما چگونه با جهان بیرون که ابتدا مادر و پدر هستند دلبستگی تجربه می کنیم که از تفاوت های خودمون با اونها حراسی نداریم در ابراز نظر و لذا همون اون گسترش پیدا میکنه به انسانهای دیگه. دومین مسئله عصب شناسی تحمل و رواداری یا تالرنس است. به لحاظ عصب شناسی ما میدونیم که انسانهای خشک سر و کل شق و متعصب و انعطاف ناپذیر که برای هیچ کس جز خودشون و باورهای خودشون حقی قائل نیستن دارای یک ویژگی خاصی در سیمپیچی های عصبیشون هستن. اون اعصابی که اون 100 بیلیون اعصابی که در ابتدای تولد ما داریم ولی ارتباطات بینشون به تجربیات ما بستگی پیدا میکنه. در کتابی که Change Your Brain, Change Your Life از دکتر دانیل آمن بیرون آمده، حتی تصاویر مغز یعنی سیمپیچی مغز آدم‌های متعصب و افراطی با آدم‌های سالم و متعادل نشون داده میشه زیر دستگاه فانکشنال MRI. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما در 5 سال اول عمرمون تجربیاتمون از جهان بیرون بیم و هراس و اضطراب و وحشت، از بی اهمیت گرفته شدن احساسات خودمون و وحشت فنا شدن در قدرت جهان بیرون هستیم، نوع دلبستگی و اتچمنت ما به جهان بیرون میشه نوع اضطرابی و ناامن و هرج و مرجی که این خودش موجب این میشه که من سفت به باورهای خودم و به آنچه که تجربه میکنم بچسبم، چون جهان بیرون در حفاظت و مراقبت از من بی‌تفاوت. و این دلبستگی ناامن با جهان بیرون من رو به اون سمتی میبره که سیمپیچی‌های مغز من به جای این که به طور سالم و در امنیت و آرامش از پری فرانتال کورتکس عبور کنه که 9 فعالیت مهم مغزی از جمله
تنظیم هیجان‌های تند و تیز و از جمله امپاتی یا دلدونی با انسان‌های دیگه و از جمله اسپریچوالیتی و اخلاقیات و مورالیتی، از جمله شفقت، شفقت بر خیش و شفقت بر دیگران، اینا رو اتفاق نمیفته و سیمپیچی ها در روانشناسی وحشت و تنازع بقا از منطقه لیمبیک سیستم عبور میکنه و بیشترین مرکز فرماندهیش امگدلا یا مرکز اورژانس های مغزه که فقط دو تا کار بلده: فایت، بجنگ یا بگریز. در نتیجه دوستان، میدونم روی خطوط اومدین، من خطا رو تا یه ربع دیگه باز میکنم. 818-301-8000 خطوط ماست، میتونید از حالا منتظر باشید، ولیکن وقتی خطوط رو باز میکنیم رو شما اعلام میکنم مجددا. بنابراین به لحاظ عصب شناسی هم تالورنس احتیاج به اون نوع پرورش کودک داره که ما به کودک این احساس رو بدیم که حتی اگر توان تو در ابراز نظر و نیازهای تو هنوز ناقص هست، جهان بیرون انقدر به تو شفقت داره، انقدر حساسه و انقدر مراقب توه و انقدر امنیت به تو میده که تو فرصت این رو پیدا میکنی که اون صلح درونیت و اون آشتی با خیشتن و هر کس دیگری که در جهان بیرون توست فرم بگیره. حالا برمیگردیم به جامعه شناسی تالورنس یا تحمل یا رواداری. در قسمت جامعه شناسی اولین به اصطلاح عنصر مسئله فرهنگ دموکراسیه. فرهنگی که کسی که در رأس قدرت قرار میگیره اولا به وسیله اکثریت مردم روی کار آمده باشه، در ثانی هر زمانی که پا به سمت خلاف گذاشت همون اکثریت مردم بتوانند او را از اریکه قدرت پایین بکشن، لذا او دارای یک نظارت همگانی هست. از ارکان مهم چنین حکومت‌هایی مسئله مطبوعات آزاد و آزادی احزاب مختلف و متفاوت و دیگراندیشه که چنین مطبوعاتی و چنین احزابی قادر هستند که از حقوق اقلیت‌ها مراقبت کنند. ما اقلیت نژادی داریم، اقلیت جنسی داریم، اقلیت دینی داریم که اگر اصلا از ویژگی‌های رواداری جامعه مدنی هست که مراقب حکومت حقوق اقلیت‌هاست. حتی اقلیت‌های جنسی داریم. شما مثلا مجسم کنید در ایران میگن که دموکراسی وجود داره، نصف بیشتر جمعیت ایران، و جالب اینه که جمعیت تحصیل کرده ایران زنانن. زنان حق کاندیداتوری برای ریاست جمهوری رو ندارن. آخه خودتون خندتون نمیگیره به این دموکراسی؟ آقای ظریفی که میشینی در تلویزیون ها میگی ما دموکراسی داریم، آقای روحانی که حالا بار دومم انتخاب شدید میشینید میگید ما دموکراسی داریم، آقای سخنگوی چیز که عربستان رو، رئیس مجلس که عربستان رو به سخره میگیرین و میگین که ما پرکتیس دموکراسی میکنیم عربستان، آخه خودت باور داری به این چیزایی که میگی؟ واوه الا به کلت باور نداری، میخوای دیگران رو به این باور وادار کنی که با این شرم تاریخی میخواین چه کار کنی؟ من با آقای روحانی توصیه میکنم حداقل بیاد پای میکروفون
بگه دموکراسی ما یا اون ادعایی که برای دموکراسی داریم یک شکل محدود و ویژه‌ای که در چهارچوب یک حکومت دیندار با محروم کردن نصف جامعه که اتفاقا از فرهیختگان هستند، نصف دیگر رو میگیم حالا نصف دیگر هم که همشون که نه، اونا که شورا نگهبان انتخاب بکنه، یعنی از پستو و پستو و پستو و پستو عبور بکنیم، بعد بگیم بین این چند نفر مردم بیان رای بدین. خیلی خوب، بنابراین جامعه شناسی رواداری، یعنی این که در ایران بهایی، یهودی، مسیحی، سنی، بیدین بتواند از حقوق مدنی و شهروندی خودش برخوردار باشه، اون وقت اون مسئله میشه مسئله رواداری، جامعه شناسی رواداری. بعد چیز دیگری که بسیار اهمیت داره مسئله تقسیم نیرو و تقسیم امکانات میان جناح‌های مختلفه که هیچ کس در سر سفره قدرت حق بلعیدن حقوق بقیه رو نداشته باشه و این امکان نداره جز از طریق جدایی دین از حکومت، امکان عملی نداره. بنابراین روانشناسی تالورنس رو مطرح کردیم، عصب شناسیش رو مطرح کردیم و جامعه شناسیش رو هم مطرح کردیم. حالا آیا حکومت، آیا آقای شیخ محمد یا حاکم دبی این ابعاد و همه رو میشناسه یا نه؟ من فکر میکنم که حداقل با وقتی که میگه که تمام مقامات هفت وزیر زن داره، میگه تمام مقامات در همه سطوح باید 50-50 بین زن و مرد تقسیم بشه، حداقل داره یه موانع بنیادی رو بر میداره. خب حالا مدد میگیره از متخصصین و از دستندرکاران و خب حتما در این زمینه رشد و پیشرفت میکنه. من تا 5 دقیقه دیگه خطوط رو شما عزیزان باز میکنم، فقط رو این مسئله تالورنس، فقط رو این مسئله رواداری، اینکه ما خودمون چقدر گرفتار تعصبات متفاوت هستیم. من بارها گفتم گاهی اوقات ابعاد تعصبی که در خود من بیرون میاد موجب شرمندگی من میشه. حد اقلش اینه که اگر خجالت میکشم تلاش میکنم کنترلش کنم، محدودش کنم و دیگه بهش افتخار نکنم. قبل از اینکه خطوط رو شما عزیزان باز کنم، تلفن های ما 818-301-8000 رو این موضوع به خصوص که از گرفتاری های جمعی ما هست با هم به گفتگو میپردازیم و از نظریات شما بهره میگیریم و بحث رو بیشتر باز میکنین. شما 818-301-8000. یه توضیح کوتاهی بدم در مورد یک مسئله. دوستان زیادی با ایمیل و با تلفن از من گله کردن که من مشاوره های تلفنی رو به اصطلاح خیلی به کسانی که از راه های دور مشاوره تلفنی از من میخوان وقت نمیدم و حتی اونا وقتی که رفتن و پرداخت کردند هزینه مشاوره رو از من نشنیدن. بذارید من یه توضیح بدم. اولا چون تعداد این کسانی که تقاضای مشاوره از راه دور کردن زیاد شده، من یک روز کامل از مطب رو که دوشنبه ها هست اختصاص دادم. اصلا هیچ مراجع حضوری نمیبینم و اختصاص دادم به عزیزانی که از راه دور مشاوره میخوان. منتها بذارید بگم مراحلش چجوریه. درسته که شما میرید رو وبسایت من www.drfarnoodi.com و اونجا به شما میگه مشاوره تلفنی چه مراحلی رو باید طی کنه. گاهی اوقات شما وقتی پرداخت میکنید
یادتون میره که اون ترانزکشن رو به خود من drfarnoodi@gmail.com ایمیل کنید. در نتیجه میره روی سایت و اونها به برنامه های من دسترسی ندارن که برای شما بوک کنن. به این دلیل این اتفاق میفته. شما وقتی این ترانزکشن انجام دادین به من ایمیل میکنین drfarnoodi@gmail.com، اون وقت من به شما ایمیل میزنم بر اساس جایی که قرار دارین، کشوری که هستین و تفاوت ساعتها، بهتون وقت میدم. دوشنبه ها رو به کل گذاشتم برای مشاوره، یعنی واقعیت اینه که حداقل هفته 10 تا 12 تا میتونم مشاوره تلفنی بگیرم، بنابراین این کاری بوده که میتونستم برای شما عزیزان انجام بدم. و میگم رو سایتم این رو دوباره میذارن با جزئیات دقیق تر که موجب گلمندی نشه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر، ویلکم بک. من خیلی خوشحالم از این موضوع که مطرح کردین. یک به اصطلاح ایده کوچیک من اگه اجازه بدین بدم خدمتتون، مرخص بشم. حتما. این یک مؤلفه اصلی در همین تولرنس و در تعصب، شاید بشه گفت سنگ بنای هر دوی اینها، قضاوت کردن هست، جاجمنت، که ما ایرانی ها ید بیضایی درش داریم. اگر صلاح میدونید شما اونو یه مقدار مطرح کنید. شما بگید منظورتون، شما بگید منظورتون، شما به من بگید منظورتون از قضاوت کردن چیه، چون همه ما انسان ها تو زندگی قضاوت میکنیم، ولی یعنی ما اینکه تو جاده تند بریم یا کند بریم احتیاج به یه جاجمنت داره، این که ما خرید کی بکنیم و از کجا بکنیم احتیاج به یه جاجمنت داره، ولی اون نوع جاجمنتی که مورد نظر شماست یه کمی بهتر بشکافید. بله درست میفرمایید. من منظورم قضاوت و ارزشیابی در مورد آدم ها، در مورد افکارشون، در مورد رفتارشون، در مورد نگرش هاشون هست. همونجور که شما گفتین اون هم اجتناب ناپذیره، یعنی همه ما یه سری ارزش ها داریم که دنیا رو باهاش قضاوت میکنیم. همون رانندگی که شما گفتین، من اگر پام بذارم رو گاز و برم روی سرعت مجاز رو رد کنم، این بر مبنای یک ارزشیه که من بهش معتقد هستم یا نیستم. ما از ارزش هامون جدا نیستیم. من وقتی مثلا یک آدمی رو میبینم که این ظاهرش نشون میده که به یه چیز خاصی معتقده، ای کاش من یاد بگیرم که اونو از این لنز نگاه نکنم. مثلا یه نفر دیگر باشه جنسیه، من حتما یه ارزشی در این رابطه دارم، ولی اون ارزش یاد بگیرم برای خودم نگه دارم. اگه بده خب من نمی کنم، اگه خوبه من این کارو می کنم. برای مردم تکلیف تعیین نکنید، بر مبنای ارزش هامون نگیم همه باید مثل من فکر کنن. وقتی فکر نمی کنن، بنابراین این آدم هستی میگه مزخرفه و من هیچ حرفش رو گوش نمیدم، هیچ نکته مثبتی توی رفتار و گفتار و حرکاتش اینها نیست. منظور من این. بله ببینید، این موضوع خوب جالبیه، ولی بحث این که ما از ارزش هامون چقدر میتونیم فاصله بگیریم کاملا برمیگرده به وقتی که والدین ما ارزش های خودشون رو به بچه ها تزریق نمی کنن، یا به بچه ها برای داشتن سلیقه های متفاوت یا انتخاب های متفاوت احساس شرم و گناه نمیدن. یعنی نوعی که مادر و پدر با بچه در متفاوت بودن برخورد میکنن و بعد در مدرسه معلم با متفاوت بودن برخورد میکنه، این خودش تعیین کننده اینه که من چقدر باید به باورهای خودم بچسبم تا تنبیه نشم، یا اینکه نه میتونم از باورهام فاصله بگیرم. آخه ببینید، به خصوص الان متاسفانه، من حالا آمریکا رو مثال میزنم یا ایران رو مثال میزنم، با روی کار آمدن خودشیفتگان بدخیم اتفاقی که میفته اینه که
انقدر رواداری محدود و محدود و محدود میشه که واژه لیبرال و واژه اینتلکچوال به صورت یه دشنام در اومده. دقیقاً، یعنی دقیقاً به صورت یه دشنام در اومده که اگر شما پروگرسیو هستین یا به اصطلاح نواندیشی دارین، یه مشکلی داریم به دلیل اینکه وای تمدن‌های جهان داره از دست میره به وسیله لیبرال‌ها. ولی در حالی که مفهوم واقعی لیبرال یعنی یک انسانی که روا داره، روامنده به کسانی که با اون متفاوتن، ولی این از اونا رو نمیخواد از حقوقشون محروم کنه. خود این یه فرهنگیه که این فرهنگ احتیاج به گسترش داره و مهمترین شاخصش هم اینه. من همیشه فکر میکنم که یکی از دلایلی که راستگراها در آمریکا اینقدر تلاش کردند و اینقدر توطئه کردند و اینقدر برنامه ریزی کردند که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور شه، یکی از دلایلش این بود که می‌دیدند فرهنگ پروگرسیو در میان جوانان داره ساخته میشه و آمریکا می‌رود به سویی که مثل بسیاری از کشورهای اروپایی راستگرایی شرم‌آور باشه، راستگرایی افراطی شرم‌آور باشه و جنبیدند که جلوش رو بگیرند. منتها یاران پس از تو باز به راه تو می روند، شرمنده آن که کار راه بر این کاروان گرفت. این اتفاق با فرمایش شما موافقم که اون از کودکی شروع میشه و یکی از مسئولیت های مدیریت کلان هست و اینها. بله. ولی اجازه میخوام یه چیزی بهش اضافه کنم. حتما. که به عنوان یک بزرگسال به هر حال ما هم مسئولیت فردی داریم. یه مطلبی من نوشتم، خدا عالم کجا، راجع به لوکس آف کنترل، منبع کنترل بیرونی و درونی. بله این بله. فرمایشات شما من دلم نمیخواد منجر به این بشه که خیلی هم رایج بین ما که ما بگیم خب دولت ما اینجوریه، پدر مادر ما اینجوری کردن، خب تموم شد دیگه، تکلیف از من ساقط. نه خیر، این بله من انسان موجودی مسئول نبود، برای همین من دارم. آره. نه انسان موجودی مسئول. میگم که اینی که تو میگی مثلا PTSD و اینا، this is not your fault but this is your responsibility. Absolutely. من هم همونجور که شما میگین بزرگ شدم، هیچ کدوم اینا که شما میگین برای من فراهم نبود، ولی در یه مقطعی من به این نتیجه رسیدم که من احتیاج به رشد دارم و امکاناتش هم برام هست. بنابراین این مسئولیت فردی ما به عنوان بزرگساله که از اون شیوه های تربیتیمون فاصله بگیریم. محکوم نیستیم. دقیقاً. شما موافقین؟ دقیقاً. انسان موجودی است به اصطلاح مسئول که این مسئولیت او رو وامی داره که بر هر آن چیزی که از او سر میزنه و سلامت نیست آگاهانه بتازه و اون رو تغییر بده. این مسئولیت بر عهده خود ماست. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید. هلو، شما رو خطید ولی صحبت نمی کنید. بفرمایید قربون. خب میخواید اشکال اگه هست ما رو دوباره بگیرید، 818-301-8000. هلو. خب این قطع کردید، دوباره بگیرید چون صداتون نمیومد. بله دقیقا این مسئله هست که انسان موجودی است که توان برداشتن مسئولیت برای ما، اگر عنصر مسئولیت رو بخوایم از انسان بگیریم، نه زندان معنی داره نه آموزش و پرورش معنی داره، چون اینا معنیش یعنی چی؟ یعنی انسان باید تغییر پیدا بکنه. مثلا زندان میندازن که تنبیه بشه و کنترل رو خودش
خودش پیدا کنه، یعنی همه سیستم جامعه و تنبیه یا پرورش به خاطر اینه که مسئولیت پذیری انسان رو به رسمیت شناخته شده. این بسیار مهمه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو، الان صدای منو دارید؟ بله خانومم، بفرمایید. آها، بله من بودم اون وقت. خواهش میکنم. یه پرسش دارم مطرح میکنم، بعد تلفنی گوش میدم، ممنون میشم. بفرمایید. الان که کشورهای عربی، چون میدونیم که امارات به خصوص شهر دبی کاملا تحت حمایت عربستانه و در حال حاضر هم عربستان چند تا شبکه گذاشته برای فارسی زبان ها که از کارشناسایی هم حالا که ایرانی هستن دعوت میکنه به این برنامه ها باشن، از جمله ایران اینترنشنال. با توجه به اینکه هیچ کس در انسان کاری رو بیدلیل انجام نمیده، یعنی در قبالش حتما یه توقعی دارن و متاسفانه کارشناسای ایرانی هم الان رفتن توی شبکه ها دارن کار میکنن و قطعا اگر اونا بتونن روی مردم ما چنان تاثیر بذارن که مردم باور کنن که اونها دلسوز اینا هستن، بسیار در کشور ما خطرناک میشه و در قبالش از این آقایون و خانم هایی که اونجا کار میکنن بخوان که حتما بعد از این که به پیروزی بین خودشون در داخل دست پیدا میکنن، چون اونجایی که من تحقیق کردم کارشناساش بیشترم ملی مذهبی هستن مثل آقای رمضانپور و خیلی های دیگه، اگر اینا بتونن به تندروهای ایران غلبه کنن قطعاً انتظارات که عرب ها میتونن داشته باشن میتونه جزایر سگانه ما باشه، اهواز ما باشه، یه قسمت از غرب و جنوب ما باشه، اون میدان های مشترک گازی و نفتی ما باشه. پس به نظر شما بهتر نیست ما به جایی که بگیم دبی به به چهچه یا فلان کشور، شاید هم خوب باشه مثلا به نسبت جمهوری آخوندی ها، ولی چرا نیم بگیم چقدر زمان شاه ما خوب بود، شما خودتون اون زمان کار کردین توی ایران، حتی با پادشاه ملاقات داشتین، خودتون گفتین که واقعا اونجا زن و مرد برابر بودن، چرا نیم از گذشته خودمون برای مردمون تعریف نکنیم بگیم خوب بوده؟ به نظر من تعریف از اونا یه روزی به ضرر خودمون میشه. خب اجازه بدید. نه اجازه بدید اول نرید، اجازه بدید اول نرید. اولا من هرگز جز کارشناسایی که تو دبی کار کردم و حرف زدم نبودم. این یکی. نه شما رو ندوستم. میدونم. من شبکه اینترنشنال آقای رمضانپور رو گفتم و مشابه اونا رو. اوکی. نه اجازه. نه من میدونم. دارم خودم رو کلیر میکنم. دوم این که در این سفر من فقط به عنوان یک کارشناسی که برای یک گروهی که اعتقاد داشتن که در اونجا یک کالج دخترانه، آل گرلز کالج، برای رشته روانشناسی، جامعه شناسی، مددکاری اجتماعی و چایلد دیولپمنت، رشد و تحول کودک بذارن، با اونها به اصطلاح من یه نشستی داشته باشم، چون سالها روانشناس بودم، چون دانشکده روانشناسی اهواز رو مدیریت کردم سالها، و به این دلیل. دوم این که نکته بعدی این بود که من فقط اصلا ایمپرس نیستم، اصلا نمیدونم چرا عربستان دبی رو حمایت میکنه یا نمیکنه. من اونجا سوال کردم، گفتن دبی پیشرفتش رو مدیون سرمایه گذاری های کلان انگلستان و آمریکاست و امنیتش رو مدیون امنیت تکنولوژی و امنیت اسرائیله. اینو به من گفتن، چقدر درستی یا نه من نمیدونم، من فرصتی نداشتم این مسائل رو بررسی کنم. و این نکته‌ای که شما اشاره می‌کنید که ممکنه اگر عربستان داره به عده‌ای از ایرانی استفاده می‌کنه که توطئه پس سرش این باشه یا نه، می‌تونه باشه می‌تونه نباشه، من اطلاع ندارم. اما من این نکته‌ای که شما میگید که در زمان پادشاه خودمون مسئله آزادی زن در ایران بود و ما خانم‌های سناتور، نماینده مجلس، وزیر داشتیم، درسته، من این مسئله رو قبول دارم و قبول دارم که کشور ما به سمت
یک مدرنیته معقولی جلو می رفت، نه اینکه به اصطلاح آزادی های ضروری برای یک چنین مدرنیته هم وجود داشت، ولیکن کشور در اون سمتی بود که زنان در صحنه های اجتماعی، حداقل قشری از زنان در صحنه های اجتماعی حضور فعال داشتند. حالا اتفاقا من اگر راستشو میخواین یه تجربه دیگرم به شما بگم، و اون اینه که در همین سفر پیش آمد که من در منزل کسی بودم که جلوی خونش آب خلیج فارس در اون به اصطلاح نخل، در اون منطقه نخل که آب خلیج فارس رو کشیدن و کانال کانال کردن و اینا، و این به من گفت که میخوای بری پاتو بذاری تو آب خلیج فارس، این همه سال در ایران نبودی. و تجربه عجیب و غریبی بود، من پامو که تو این آب گذاشتم، البته میدونم این عمق احساسات خودمه، بی اختیار اشکم سرازیر شد، مثل اینکه در یه لحظه وصل شدم به جایی که پدرم دفنه، وصل شدم به جایی که همسرم لحظات آخر عمرش رو گذروند، وصل شدم به هزار و یک خاطره، به هزار و یک کوچه با. دکتر من شما رو قطع میکنم، چون من از ایران تماس میگیرم، هر لحظه ممکنه قطع بشه، میخوام اینو دلیل در بیادبی من ندونید. بفرمایید. من حرفم همین بود که حالا دو، چون شما میگین اطلاع نداریم، ولی ما به هر حال تحقیقات خودمونه که کردیم، دیدیم آره اونها با عربستان هم در ارتباطن، البته که با بریتانیا و انگلیس هم هستن، چون اصلا همین شبکه اینترنشنالی که من میگم و اونجا تو انگلستان زدن، بعد ایرانی ها متاسفانه دارن براش استفاده میکنن، ولی قطعا در مقابل این دست دلبازیشون حتما حتما از اینا انتظارات دارن، و اینها نمیخوان یک ایران سکولار که شما الان خودتونم فرمودین جدای دین از سیاست خیلی بهتره، اینو نمیخوان. اگر میخواستن طرف ما مردم رو و شاهزاده رو میگیرن که تعدادمون خیلی بیشتر بود، نه اینکه بیان طرف به اینایی رو بگن که خودتون اصلاح طلب میگن ولی دروغ میگن، اینا با همون رژیم همدستن و فقط میخوان مردم رو سرده ببینن. الان تمام کارشناسی که تو اون شبکه آوردن همشون از همین اصلاح طلبایم. من میگم اگر این کشور اینقدر واقعا به سکولاری فکر میکنه، به جدای دین از سیاست، چه طرف ما رو نگه، شاهزاده که از کشور عربی هم خواستن که کمک کنن طرف مردم ایران باشن، از آمریکا هم خواستن، آمریکا هم تجهیزات بره پول بگیره. من اگر میگم که بهتره اگر قرار از سکولاری صحبت بشه، سکولار واقعی باشه، حالا در زمانش به اندازه خودش سکولاری بود، کشور اروپایی رو میشه مثال زد، خیلی جای دیگر رو، اما عربا رو نه، چون اینا الان به خوابای بدی برای ایران دیدن. ما که الان بیشتر توی این منطقه هستم و زندگی میکنیم، میدونیم که اینا قصد دارن اینا ایرانی ها رو سمت خودشون بکشن. برای همین میگم اگر بشه تو برنامهاتون کمتر از اونا تعریف کنیم که اونا به سکولاری فکر کنن، فکر کنم خطرش کمتره. مرسی از یادآوریتون. من هیچ وقت، من تنها اتفاقی که افتاد اینه که این تجربه رو توی یک کشور عربی کردم که بر اولین بارم تو عمرم پامو اونجا گذاشته بودم، بنابراین به هیچ عنوان با هیچ کشور عربی نه در ارتباطم نه آشنایی دارم، و از آسیبی که اعراب در طول تاریخ به فرهنگ اصیل ایرانی زدن غافل نیستم، و از به اصطلاح اندیشه های نامبارک اونها نسبت به سرزمینمون، نسبت به خلیج فارس غافل نیستم. حتی اونجا با یکی از بومی های اونجا وقتی گفتم که پامو گذاشتم تو خلیج فارس، گفتش که خلیج عربی، با یه تعصبی گفتم که این حرف رو نزنید، وقتی تاریخ رو نگاه میکنید این حرف رو حق ندارید بزنید، و به هر حال یه ذرم غیرتی شدم. اما توضیحات شما بسیار بسیار مفید بود. تنها چیزی که باید بهش اضافه کنم اینه که ما ز دست غیر ننالیم، که شکستن ما از درون خودمونه، از درون کسانی است که، از درون مملکتی است که عربی رو و
عربی شدن رو و ترویج زبان عربی کردن رو و ترویج آیین عربی کردن رو افتخار و راه نجات میدونن. این اون قسمتی هست که تأسف باره. ما سرزمینی بودیم، شما قطع شدین، عزیزان دیگری که رو خطن، مثل این که زمان به من اجازه نمیده که خط دیگری رو بگیرم، به دلیل اینکه به من اشاره میکنن که فقط 2 دقیقه وقت است و من باید این مبحث رو ببندم. بنابراین قصد من از مطرح کردن این مسئله تالرنس یا رواداری این بود که ما اگر به رواداری به صورت یک فضیلت نگاه میکنیم، قدم بعدی ما، گام بعدی ما این هست که ببینیم این فضیلت رو چگونه و از چند سو و جهت میتونیم 1 تولید کنیم، 2 مواظبت و مراقبت کنیم، 3 ترویج بدیم. و در اون صورت هست که یه جامعه آزاد و تجربه میکنیم. من فکر نمیکنم که به اصطلاح فکر نمیکنم که یک انسان سلامت که در یک جامعه دموکراتیک به سر میبره ضرورتی ببینه برای بقا و رشد خودش دیگراندیشی رو یا دیگر باوری رو یا اقلیتی رو از بین ببره و جای بیشتری برای خودش باز کنه، بلکه به این تفاوت‌ها به صورت تنوعی که برای همگان 2 لطف به همراه داره. 1 خط و مرز و حقوق من رو به هم نشون میده، 2 به هم یاد میده که با کسی که از من متفاوته صبوری و تحمل داشته باشم. این اون جاییه که در واقع گهواره تمدن انسان جایگاه پرورش تنوع میشه و تنوع هست که در ما بردباری، تحمل و همزمان مسئولیت به بار میاره. یاد اون نوشته میفتم که فکر میکنم ولتر که میگه که من با هیچ کدام از گفته های تو موافق نیستم، ولی حاضرم جانم را در این راه بگذارم که تو حرفت رو بتونی بزنی. دوستان عزیزان، تا برنامه دیگر.